جایی خوندم پلی ته ایالت نیویورک ریخته بود. خلاصه بعد از 32 سال کارشناس مسئول بررسی علت ریزش پل گزارش داد دلیل ریختن پل فتیگ بوده. سر تا ته علم مقاومت مساله هیچ چیز جذابی نداره الا همین مبحث فتیگ، یعنی خستگی سازه بر اثر بارگذاری های متناوب. هیچ کدوم از این بارگذاری ها به تنهایی از توان سازه خارج نیست، اما همین متناوب بودنشونه که خستش میکنه، طاقتش تموم میشه و میریزه. این دقیقا همون دلیلیه که بیشتر آدم ها بابتش میمیرن، بابت فتیگ، بابت تکرار بارهای کوچکی که تمام نمیشوند ولی تمام میکنن. ما عمدتا از خستگی میمیریم. فقط اشکالش این است که در گزارش مرگ هیچ کس نمی نویسند علت مرگ خستگی. بالاخره یک روز باید علم مقاومت مصالح رو پیوند بزنند به علم پزشکی قانونی.